خب اسان آه ما چهار سال اینجا پوستمون کنده شده تازه به آرامش رسیدیم سیزن گرفتیم حالا هی همه دارن به قول اینجا یا پوک میزنن به قول اونجا یا سیخ میزنن که آقا پاشو برو آمریکا پاشو برو آمریکا نمیدونم آمریکا بهتر من نمیدونم ما کنم تا آخر عمرمون همش باید دنبال این باشیم که بریم یه جای دیگه بریم یه جای دیگه چی داره آمریکا یه ذره توضیح بده من بیا آمریکا نه آمریکا بیا دیگه نه بیا بیا بیا, بیا, بیا. بیا, بیا. <تصفح> به تو میگم بیا بابا <تصفح> 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 خیلی میگم بابا همونه حالا یه ذره پول بیشتر در میاری ولی به داستاناش نمیارزه آمریکا هم دیگه خیلی دیگه ببخشید مثلا شیر تو شیره خیلی دیگه بی کتابه آره پول بیشتر در میاری ولی از اون برم ممکنه خوردت کنن تو آمریکا این زیر دست با له بشی نمیدونم چیکار کنم ببین همیشه اینجوری که هست خب مثلا شما هر جایی که بری فکر میکنی یه جای دیگه از اونجا بهتره من مثلا خود منو میگم خواستم درس بخونم مثلا میگفتن از توی مثلا این شهر اگه درس بخونی اینجا خیلی علم و اینا پیدا نمیکنی باید بری تهران خب مثلا اومدیم تهران و دیدن مثلا درس بخونی باید بری مثلا اینجا خیلی علم و اینا نیست باید بری مثلا خارج از ایران ولی در صورتی که اون الف با علمه همونه دیگه اونجا هست دیگه شما مثلا اون چیزهایی که توی مقطع لیسانس درس میدن همه جا همونه تو کتاب هر جا بری همونه حالا میخوام بگم فرق که فرق داره دیگه همون هم جای... هم که خودت زدی خیلی محیطش فرق داره درسته ببین فرق داره ولی من هر چیزی که از اون بیسی که یاد گرفتم از همون لیسانس بوده اره. بیس همونه بیس همونی چیزیه که شما توی لیسانس به شما یاد دادن حالا توی ارشد میاد یه ذره بهش اضافه میشه یه ذره بیشتر مثلا حالا جزئی تر میشه پی اچ دی میگیری باز یه ذره پیش ولی بیس همون چیزی یعنی اون چیزایی که من تو لیسانس یاد گرفتم همونا بود یه سوالی ازت دارم این که قطعا قشن... گفتی درسته ببین همه جای این کشورو به هر حال اگه آدم بتونه زندگی مورد نظرشو بسازه خوبه ایران برای من نمیشد یعنی مثلا من ایران خیلی سعی کردم خودم راضی کنم دیدم واقعا نمیتونم آقا ترافیک و دود و دم و یه سری چیزا واقعا نمیدوسم کنار بیام ایران همه سردرد بود چون میگن آقا ایران بهتر از میگم آقا من ایران سردرد داشتم در هفته دو بار سردرد داشتم به خاطر میگرن میگرن بود نمیدونم دم. چی بود همش من داشتم ژلوفه می نمیدونم دم. چرا همش سردرد میگرفتم تو ترافیک و تو دود و دم و صدا و اینا که اون سردرد واقعا اینجا خوب شده ببین یه ذره از چیزهایی که آمریکا رو مخته بهم بگو یعنی تو این 9 سال اونجایی درسته بچا رو سیاد رفت کنم اسال اکسپلینز از کانال اسال زیرو هست من کلا جدیدا شده شروع کنیم صحبت کردن بعد تازه زیاد اون که معرفی کنیم ازا خیلی بچه ولی ما دور همدیگر میشختیم سعادت نشد که باهاش صحبت بکنم حتما کانی کانال سر بزنید در مورد آمریکا در مورد کانادا که من خیلی سر توضیح میدم در مورد آمریکا اصلا خیلی توضیح میده یه دفعه من منم رفتم آمریکا اصلا منم شروع کردم در مورد آمریکا <تصحيح> میسم سی ای شدش مثلا میسم ان ای نورث امریکا <تصحيح> 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 یه خورده چیزایی که اصلا این <تصحيح> چند ساله رو مخت بوده رو بگو قبلش هم میتونی خود یه کوچولو خودت معرفی کنی یه 30 ثانیه آره من خب برای اونایی که نمیشناسم من احسان فریدونی ام ایران لیسانس دبیری شیمی گرفتم بعد فوق لیسانس شیمی معدنی گرفتم همزمان هم توی دبیرستان درس می میدادم دبیر رسمی بودم توی ایران توی دبیرستان های مختلفی درس دادم و بعد از هشت سال از معلمی استفاده دادم اومدم بیرون اپلای کردم برای دانشگاه آمریکا که از 15 دانشگاه اپلای کردم 10 تا ریجکت شدم 5 تا رو فول فان پذیرش گرفتم که همه اینا رو توضیح دادم توی کانال یوتیوب هم هست میتونید نگاه بکنید و دانشگاه یونیورسیتی اف دا فلوریدا رو رفتم و اونجا پی اچ تی گرفتم سال 2020 فارغ التحصیل شدم یه سال قبلش که 2019 بود توی شرکت اینتل شغل گرفتم و الان سه سال توی اورگان هستم این خیلی خلاصه گفتم هستی و جیدنم متعهل هستم تازهم 9 نه ماهه که پدرش کنه خب ببین <laughs> چیزی که گفتی مثلا من فکر نمی کنم. مثلا حالا خیلی زندگی لاکچری تو تهران تو ایران داشتی درسته من تو، توی ایران ببین خب یه خودم و خانم هر دو دبیر رسمی بودیم و توی مدرسه درس میدادیم تقریبا اون موقع شاید بگم مثلا یک و صد اینا سال سال چند میشه 2015 دیگه حالا میاد این سال چیز فراموشش میشه 94 86 چی بود 94 آره به اون موقع خب من تقریبا یک و یک و صد اینا من میگرفتم همین یه تومن نام میگرفت با این تصور که دلار سه و پونصد بود اون موقع که ما می اومدیم و تقریبا زندگی متوسطی داشتیم نمیخوام بگم زندگی خیلی چیز بود. ولی خب مثلا یه آپارتمان داشتیم که از خودمون بود توی شهر جدید سهن نزدیک تبریز بود و من تبریز درس میدادم خانوم هم توی یک از دبیرستان درس میداد همون دورو و تقریبا میشه گفت زندگیمون یه زندگی متوسط بود ولی از نظر آسایش و آرامش و اینا واقعا من هیچ وقت این آرامش و آسایشی که الان اینجا دارم و هیچ وقت حسش نکردم داینا. موقعی که داشتم زندگی کردم اونجا همین دیگه ببین نمیدونم این خیلی پارامترها میسن جان دست به دست هم میده مثلا همین بحث آسایش و آرامش که میگم شما از نظر ذهنی مثلا فکر کن چه میدونم یه خریدی میکنی اصلا آدم آدمی هم پول به دست میاره که بره خرید کنه دیگه میری خرید میکنی بعد مثلا خرید که میکنی مثلا میتونی اینجا چه می تا سی روز سه ماه بعضی فروشگاه یه سال میتونی بری پسش بدی بدونی که سوال بپرسن اینو چه در آوری پس بدی یا مثلا چه میدونم خونه های ما همه پنجراش بزرگه و هیچ نرده و اینا نداره و اصلا خونه همینجوری یهو شروع میشه یعنی <laughs> اینجوری نیست که دور خونه حصار باشه اینا مثلا مادر ها که تازه اومده خیلی براش عجیب بود که مثلا میگفت این پنجره این بزرگی مثلا دوز و اینا چه جوری گفتم اینجاش خبری نیست یا مثلا وسیله که مثلا خرید میکنی آمازون مثلا یا هر جای دیگه میان میذارن پشت در میرن بدون که در بزنن یا هر چیزی ولی حالا برگردم به سوال این حرف زدم به نظر من اینه که اگه یکی از آشنامون مثلا پدر مادر برادر خواهر بخواد از ایران بیاد به ما سر بزنه توی آمریکا این مختص آمریکا است سخت ترین حالت ممکنه براش حالا ممکنه مثلا چرا چون سفارت وجود نداره و این باید پاشه مثلا حالا مادر خانم یا پدرم مادرم اگه بخوان برن با این سنشون پاشن برن یه کشور دیگه و اونجا مصاحبه بکنن حالا یا برن دبی یا برن آنکارا یا برن ایروان خب این حالا با این سنشون پاشن برن اونجا یه بار مصاحبه بکنن دوباره برگردن ایران دوباره یه بار دیگه برن حالا, بیز... حالا... یا ویزاشون رو یکی براشون پیکاپ کنه یا خودشون باید دوباره برن این رفت و برگشته حالا علاوه بر اینکه کلی پول این وسط جابجا جا میشه و تعزیر میشه تو این کشورهای اطراف که فکر کن شما میره اونجا باید هتل بگیری دیگه نمیدونم پول تاکسی بدی یا پول خورد و خوراک بدی اینا این این یه مدار اذیت کننده است واسه نه حتی اون نزدیکامون رو که میخوایم بیاریم و به ما سر بزنم هم براشون سخته کانادا مثلا همینه دیگه به این مختص نه، آمریکاست نه، کانادا ما آم ام. آم برای انگشتگاری مصاحبه نداره ولی انگشتگاری داره دیگه مگر اینکه خیلی سندشون بالا نمیدونم 60 و خورده باشه که دیگه انگشتگاری نه ولی کانادا هم. البته کانادا یک بار انگشت میکنم و تا ده سال اعتبار داره دیگه این دفعه دیگه بخوام بیان بعدم کانادا ویزای توریستی اگر به خانواده بده حالا به هر کی بده تا پایان اعتبار پاسپورت یعنی پنج ساله میده به خاطر همین دیگه یه بار طرف بره دیگه هر وقت بخواد میتونه بیاد کانادا سر بزنه این هستش پرواز, پرواز مستقیم هم داره از کانادا به ایران به تهران نه. نه. به ایران کانادا به ایران نه من که میره اصولا از اینجا حالا شهرهای مختلف یا میره اروپا مثلا توی آلمان میشینه یا میره مثلا قطر میشینه یا میره ترکیه مم. میشینه بعد اونجا میره ایران من خودم مثلا اومدم استانبول ام. بعد از استانبول اومدم تورنتو و هم واسه میده حالا برای هر دو تا کشور روی این رو رومخه دیگه فکر کن شما مثلا از از بالای از کنار تهران رد میشی میری دبی بعد از اون دور برمیگردی برمی گرد. تهران آره ایش خیلی مسخره بعد اسان حالا یه خورده در مورد همین داستان چی صحبت کنیم ما یه ویدیو قبلا با بچه‌ها گرفته بودیم که حالا بحث ویزای کار و اینا ببین به عنوان کسی که حالا من سیتیزنشیپم هفته پیش گرفتم دیگه پاسپورت هم همین مهم. امروز فردا پس فردا تو همین هفته میاد خلاصه فکر میکنم تنها روشی که برای یکی مثل من وجود داره یا اینکه یه کارفرمای کانادایی پیدا کنم آمریکایی پیدا کنم که بهم به جاب آفر یعنی برم آمریکا بگم و من کار بدید و اونا مثلا برام اقدام کنن که بتونم ویزای کار داشته باشم به عنوان کانادایی بدم آمریکا کار کنم مهم. یا اینکه این داستان انای دبلیو اینا هم هست دیگه روش دیگه برای نمیدونم باشه درسته که حالا انای یا اینکه با یه دختر آمریکایی ازدواج بکنی نمیدونم دیگه یا یه دختر ایرانی که گرین کارت داره میامور فکر نمی کنم این اصلا به ذهنم نرسیده <تصفح> خب خب دیگه الان یه آبشه دیگه هم گذاشتم چند تا تماس بگیرم خدمت شما هر که حالا بریم سراغ یعنی بچه ها در جریان باشن که مثلا به عنوان کانادایی شما میتونید شش ماه تو آمریکا بچرخید حال کنید هر کاری دوست دارید بکنید ولی کار نمیتونید بکنید بعد ویزای کار بگیرید آمریکا هم همینجوری آمریکایی هم بخوام میام کانادا بعد ویزای کار بگیرید ان رو اونجوری که من متوجه شدم میخوای خودت توضیح بده رو مثلا مختصر بچو. آره بی من یه ویدیو مفصل تو کانال یوتیوب هم هست که کامل توضیح دادم انای چی و چطور میشه گرفت این کلا انای ای حالا خیلی باب شده به اسم میگن ویزای نخ نخبگان و اینا نمیدونم این اسمو از کجا میاد میشه نشنال اینترست ویزا ویبر خب این مثلا در واقع شما دارید به آمریکا میگید که آقا من اونقدر پتانسیل دارم که نیاز به کارفرما ندارم لب مطلب اینه خب یعنی میخوان اون شما این اثبات رو بکنید که شما اونقدر که خوب هستین نیاز ندارید که یه کارفرما به شما بیاد مثلا آفر جاب بده که بعد بخواد اسپانسر شما بده بشه شما خودتون اونقدر خوبید که میتونید بیاید و به شما در واقع میگن اوکی شما میتونید یه قسمت اولش که به یه فرمی داره به نام آی 140 اونو برای شما اپروو میکنه و میگه حالا شما میتونید برید دنبال شغل بگیرید شما اونقدر خوب هستین که میتونید شغل پیدا بکنید و نیازی نیست که در به در دنبال یکی باشی که برای شما جاب آفر بده و اینا لپ مطلب اینه یعنی نگه داشتن این نیروهایی که حس میکنن یعنی فکر کنم خود آمریکایی اپلای کنن واسه این <تصفح> آی دبلیو نمیگیرن اونقدری که سخته خب شرایطش و خب این حالا هست و بعد از اینکه آی 140 آی تو شما میری و اپروف میشه از اون به بعد وقتی شما دنبال شغل میگردین دیگه نیازی نیست که اون شرکت برای شما اسپانسر شه وقتی شرکتی برای شما اسپانسر میشه تقریبا فکر کنم هزار دلار ماهانه باید پول بده به دولت آمریکا به خاطر اینکه شما رو گرفته و یکی هم این که باید اثبات بکنه که اون شغلی که داره به شما میده رو خود یه آمریکایی نمیتونه انجام بده <تصفح> یعنی شما یه نیروی تخصصی خاصی هستی که میتونی اون رو انجام بدی و اینا نمیتونن Uh, لو به مطلب اینه حالا بعد از اینکه 140 تو اپروف شدی و تونستی بیای و حالا میتونی دوباره شغل بگردی و میتونی برای یه فرم دیگه داره به نام آی 485 که میتونی اونو فایل کنی برای استالاین گرین کارت گرفتن و یه کارتی هست به نام EAD کارت که با اون کارت شما میتونید از آمریکا خارج بشین و داخل بشین بدون اینکه مجبور بشین دوباره هر باری که میخواین وارد برید و ویزای ورود به آمریکا بگیرین یعنی اون کارت در واقع به شما این اجازه میده که ورود و خروج داشته باشید به آمریکا بدون رفتن آره به سفارت این کارت رو انگار میگیرید دیگه بدون اینکه به کس نیاز داشته باشید آره باشی. ببین یه پروسه آره مثلا برای خود من اینجوری شد که من سه سال موقعی که آزمون جامعه ما پاس شدم توی دوران پی اچ تقریبا سال سوم بودم اپلای کردم میشه سر سال... همه سال 2018 برای گرفتن همین از طریق NIW تقریبا میشه گفت نمیدونم در حد کنم سه ماه چهار ماه طول کشید که اپروف بشم خیلی سریع اپروف شدم من آی 140مو و بعد از اونم موقعی که فال کردم برای گرین کارد تقریبا شاید بگم برای من 8 نه ماه طول کشید ولی میتونست خیلی کمتر باشه که میتونست چهار پنج ماه باشه یه اشتباه خیلی مهلکی من کردم که برات اول توضیح دادم اینجا دوباره دوباره میگم که آره و بعد از اونم بعد از اینکه گرین کارت تو گرفتی اون وقت پنج سال توی آمریکا بمونی میتونی سیتیزن بشی که حالا پاسپورت بگیری سیتیزن بشی و پاسپورت بگیری که تقریبا حالا یه سری مزایایی داره دیگه اون وقتی که سیتیزن میشی یه سری مزایای کوچیک نسبت به موقعی که سیتیزنی حالا برای خیلی اه اهمیت نداشته باشه ولی خب یه سری مزایای خاص خواست داره خاصی راجع بهش آره، صحبت میکنن. بعد این ببین هم حالا داخل نمیخوام ریز بشیم روی این قضیه بچا میتونن خودشون برم بررسی کنن اصلیش هم من شنیدم که بزرگترینش اینه که باید مثلا مقاله علمی داشته باشی که سایتیشن داشته باشه درسته آره این مهمترینش اینه ولی علاوه بر مقاله و داشتن سایتیشن های خیلی زیاد میان. البته برشت... این زیاد که میگم یه چیز نسبیه برشته مم... ممکنه متفاوت باشه شیمی ممکنه با ریاضی متفاوت باشه یکی اونه یکی هم کلا چیزهایی که اثبات بکنه شما به نسبت اشخاصی که توی رشته خودتون هستن یک ذره بیشتر اهمیت دارید مثلا اه، شما یه جایزه یه اوارد بردین که بقیه که تو گروه شما هستن نبردن یا اینکه حقوق شما به نسبت کسایی که تو همون رشته دارن درس میخونن اون شرکت یا اون جای کار حقوق بیشتری داره به شما میده به خاطر این که یه چیز خاصتری شما هستین کلا یه چیزی که نشون بده یه لول شما از بقیه کسایی که هم رشته و هم رده شما هستن بهتره حالا اون مثلا دیگه روی اینا میشه مانور داد ولی آره همون داشتن مقاله و چیزایی که سایتیشن بالاست فرق سیتیزنشی هم که فکر کنم یکی حق رعی و یکی هم. پاسپورت آره. داری دیگه کاره که کاره که میتونی بکنی که آره همین که گفتی میتونی رای بدی میتونی پاسپورت آمریکا رو داشته باشی یه چیز دیگه است به نام جوری دیویتی که میتونی مثلا اگه داد دو... من... اونا با دعوته دیگه با دعوت. مثلا میتونی -توی, توی اونا شرک... من برام بنده خدا بی گناه باشه گناهکار میشه آخرش ولش کن من حساب ندارم اینجا آره. رأی <applause> <applause> یا اینکه یه سری مثلا شغلا هستش که اونا رو باید حتما ستیزنش. شما ب... مثلا سیتیزن باشی تا بت بد بدن آره. مثلا یه سری شغلای خاص توی ناسا هست یا سری شغلای خاص توی یه سری شرکت های خاصه که میگن شما حتما... نمیتونی با گیرین کارتین کار بکنی با حتما سیتیزنشیپ داشته باشی و یه مورد خیلی مهمترش که به نظرم اینم خیلی مهمه اینه که میتونی بری هر جای دیگه دوست داری زندگی بکنی نامحدود مثلا شما وقتی که سیتیزن میشی میتونی از آمریکا بزنی بیرون تا 50 سال در نگردی بعد 5 سال دوباره برگردی بیا هیچ کسی چی بهت نمیگه ولی شما اگر گرین روی گرین کارت باشی نمیتونی این کار بکنی روی گرین کارت باشی نمیتونی بیشتر از 6 ماه از کشور بری بیرون چون نشون میده که شما هیچ تعهدی نداری موندن به اینجا این به نظر من یه چیز مهمیه <تص> <تص> شاید نادیده گیر آره یعنی میتونی راحت رفت آمده میشه ببینم الان اینا تو آمریکا نگهتون داشتن که این دیگه میشه براتون یه مورد خیلی مهم هر کی میره آمریکا انگار زندانی اونجا من 5 سال نمیتونم خارج شم نه میتونی خارج شی ببین میتونی خارج شی هیچ مشکلی نداره حتی حتی بالای یک سال هم بهتر خارج نشی چون باید وکیل بگیری و کارایشو هم دیدم که مثلا حتی طرف بعد یک سال هم که با وکیل دوباره وارد شده خب میشه من میگم تو درد سر خودتون سال بعد اگه ترامپ بیاد چرا ترامپ سری گفته گفته اصلا ایدئولوژیکال تست میخوان بگیرن از آدما که ببینن اگه طرف اکستریمیست اگه طرف اسلامیست و اینا اصلا چیز کنن نذارن بیاد تو آمریکا ببین چیزی که هست ببین چیزی که هست توی آمریکا هیچ کس از قانون بالاتر نیست حتی ترامپ هیچ راحت رئیس جمهوری هر رئیس جمهوری اینجا همه همه پایین تر از قانون هستن خب؟ و دادگاه اینجا دادگاهی بیطرفن که میتونن ترامپ هم بیارن پای میز محاکمه و به نظر من حتی اون اتفاقی که افتاده و ترامپ مثلا تراول بنای نگذاشت یه چیز حالت به نظر من بازی سیاسی بود که ایجاد کرد و بعدش هم سریع رفت شد دیگه یعنی اینجوری نیست که شما بری آمار ورود دانشجوانه ایرانی رو به آمریکا نگاه کنی همشون روی سایت موثق توی سایت travel یو ای وجود داره و میشه نگاه کرد که مثلا هر سال داره اینقدر قطعه میاد و هیچ یعنی یه حالت موقت یه کاری کرد ولی همون اونقدر وکیل گرفتن و هنوز هم که هنوز کلی پرونده پشتشه که یعنی خودش از اون کاری کرده فشیمون یعنی میخوام بگم که شاید موقت یه کاری بکنه او. یعنی میخوام اینو بگم اینجوری نشینیم بشینیم فکر بکنیم که سال بعد چی قرار از بشه من اون موقع اون کار تصمیم میگیرم حالا میگم اینا بیش ببین آم... آمریکا بیشتر از این که... بیشتر از این که ما به آمریکا احتیاج داشته باشیم اونا به ما احتیاج دارن اینو... اینو مطمئن باش تمام کشورهایی که بر اساس مهاجر همه کسایی که اینجا هن، همه کسایی که به جز اون نیتیو که اینا اینجا بودن همه ما مهاجریم خود ترامپ مهاجره همه مهاجرن خب و, و به نظر من این کشور همین مهاجرات نگه داشتن سر پا نگه خب داشتن اگه احتیاج دارم بس بگو یه گرین کارت هم به من بدم من میام دیگه به من احتیاج دارن و <applause> <تصفح> نه پروسش این پروسش رو سخت کردن به خاطر اینکه نمی... اگه خیلی آسون بود من نبود به نظر من خب یه سوالی ازت دارم تو غرب آمریکاستی. قربان میکنم درست جای دیگه ای رو مثلا توصیه میکنی چی؟ آم بذار قبلش اصلا اینو بپرسم پول چه جوریه پول میتونی قشنگ سیف کنی با هم کار میکنه؟ آره من خودم اینتل کار میکنم خانومم دانشگاه کار میکنه آره هم منیم راحت میتونیم خرید بکنیم و مثلا هم پول میتونیم سیف بکنیم و از این نظر یعنی به نظر من یه زندگی آروم قشنگ داری خیلی راحت فکر نمی‌کنی که مثلا بشینم حساب کتاب کنم الان مثلا چقدر خرج کردم نه چیزی رو که دوست دارم ببینم می‌خرم مثلا هیچ موقع چک نمی‌کنم که مثلا این الان قیمتش اگه دوستش دارم می‌خرم اینجوری نیست که مثلا بشینم حساب کتاب بکنم حقوقتو نمیگیم بهمون حقوق ما جز چیزهای آی پیه حالا اینتلیکشوال پراپرتی یعنی جزء یه چیزی که توی شرکت های خصوصی نمیشه به بگی که مثلا حقوق چقدره ولی مطمئن باش کسایی که با پی وارد کار میشن حقوقشون بالای صد هزار خیلی بالاتر از صد هزار خیلی بالاتر یعنی چقدر نزدیک دویست هزار یا مثلا نه 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 نه, <تصفح> <تصفح> نه میگم نه میتونم بگم چقدر ولی نه بالاتر از صد هزار شما حقوقت در نظر بگیرید که بالای سر هزاره. نه تنها من هر کسی که پی اچ بگیره اگه تو آمریکا شما با پی اچ تی بری سر کار حقوقت بالای ای سر هزاره بعد خدمت شما شاید هزینه و اینا چطوره خونه رو که گفتی گفتی هزینه ها... ازارو... خونه رو آره مای 2600 اینا تقریبا همون رو اجاره کنی چرا بل... چقدر باید می‌دادی؟ اینو اجاره نمیدونم چقدر اجاره شه ولی فکر کنم شاید 3000 اینا بالاتر باشه. 3000 تاش. بعد 2600 فقط مرگج دیگه 2600 همه چی بیمه و مالیات خونه و تمام هر چیزی که مربوط خونه 2600 نرخ تو میتونم برسم چند درصد بوده چیزه واممون دو هشته بود خیلی خوبه <تصفح> و مالیات خونه تقریبا سالی یک درصد سال تقریبا سالی یک درصد ارزش خونه رو مالیات بدی پول او که دیگه معلومه دیگه واسه چه میدونم میاد 100 دلار پول آره آب و گا... به این بستگی بازی نه بستگی داره من مثلا تو خونه آپارتمان که زندگی کردم قبل از این توی آپارتمان، یه آپارتمانی یه خوابه زندگی کردم چون یه سال خانوم هم توی دانشگاه فلوده که درس میخوند ما جدا زندگی میکردیم اونجا جد زندگی میکردم من هم بودم یه سال چون یک سال بعد از من اومد و من گفتم تو این یه سال مثلا میرم حالا یه خونه یه خوابه دیگه فرق نمیکنه برای من دیگه یه آپارتمان زندگی میکردم مثلا اونجا فکر کنم 1200 دلار اینا میدادم و پول همه چی رو هم شامل میشد دیگه آب و گاز و برق و همه چی ولی اینجا خب مثلا چون این خونه فکر میکنم به این صورته که مثلا اینا چون آپارتمانی به حساب نمیان مثلا خونه مسکونیه یه مدار اینا رو اولا هم جدا حساب میکنن همین میدار مثلا ریتش بیشتره از مثلا آپارتمان آره خوب مثلا, آره مثلا و... میدونی اون آره ولی این مثلا آپارتمان اون کاندوفی هم... که اون ساب خونه میده یه سری از اینا رو پوشش میده شما مستجری کاندوفی نمیدی ولی ساب خونه داره یه پولی اره. میده که کاندوفی توش پول آب هم هست تمام میخوام یه عددی بگم شاید بگم واسه هر کدوم 80 دلار آره. اینجا هم در ولی خب اینجا اجاره ها بالاتر دیگه کانادا یعنی شما هر شهرش رو نگاه می‌کنی مخصوصاً تورنتو مثلا میگه یه خوابه 1200 تورنتو الان میانگینه یه خوابه 2400 500 ست، ست ایناست البته باز میگم اگه بخواید دلار آمریکا رو کانادا تبدیل کنی خب 1200 هم 1200 سان تبدیلش کنی خب میشه 16700 دیگه و 16700 کانادا تو شهر ما می‌تونی یه خوابه خوب گیر بیاری آره یکوش آخه نه ببین مثلا شهر مثلا, مثلا یه خوابه شهر کوچیکی نیست پایتخته و همین رو میگم دیگه شما مثلا یه خوابه با اگه تو میخوای تورنتو رو باید بریم مثلا با دانتان ال ای آره دیگه. و دانتان مثلا, مثلا با نیویورک مقایسه کنی ونکوور رو باید با ال ای مقایسه کنی بخاطر همین یه سری میگن کانادا خیلی گرونه بابا واقعا اینجوری نیست یه... هست گرون هست اینجا گرونه ولی آمریکا هم خیلی جاش گرونه بابا مثلا الی میشنم مثلا میگفتم نمیدونم یه خوابه 3000 دلار اینجوری 3000 دلار <laughs> این یه بحث دیگه هم که الان من فکر میکنم که باب شده خیلی ها همه میگن خیلی چیزا گرونه من خودم این حس رو داشتم موقع، مثلا اون روزهای اولی که ما دودم آمریکا چون تازه اومدی و اون دلارایی که من از با خودم آورده من ده هزار دلار رو خودم پول آورده بودم این ده دلاری که با خودم پول آورده بودم چون اینا رو با ریال خریده بودم خیلی برام ارزشمند بودن پول همونه اون ده هزار ده هزار دیگه خب ولی چون با ریال خریده بودمش یه حس دیگه ای به اون پول داشتم و خرج کردنش برام سختتر بود مخصوصا روزای اول هر می‌خواستم این بگیرم مثلا این خودکار می‌خواستم بگیرم میگفتم آقا مثلا یه, یه دلار ضرب سری زر می‌کردم ضرب داره سوک موس آقا من واسه اون مثلا چند خودکار می‌دونی میگم سری این ولی این طول میکشه تا جا بیفته تو ذهنت که آقا درسته که مثلا اون جوریه. ولی خب مثلا اینجا یه کارگر ساده حقوقش مثلا مثلا ساعتی چه میدونم در اون موقع مثلا میگم 10 تا 12 دلار بود میخوام میگم که چون مقایسه میکنی و خیلی از کسایی که غیر دانشجویی میان یعنی توی کانادا الان خیلی بیشتر شده به نسبت آمریکا که به صورت غیر دانشجویی میان امه. و اونا که میان این حرفا رو شروع میکنن به زدن و یه مقدار باعث میشه که حرف تو حرف میدونی می... به دهان به دهان میره و میدونی چی میگم گرونه این دقیقا باعث میشه آره این میفته روی چرا چون شما چون تازه اومدی و اون با اون سیستم مالی تو ذهنت به ریال هی تبدیل میکنی آره گرونه خب این گرونه اه... حتی اینو مثلا راجع به چیز هم میشه گفت به نظر من راجع به بیمه سلامت توی آمریکا من موقعی که مثلا میخواستم بیام خیلی بد شنیده بودم راجع بهش ولی وقتی که اومدم اینجا دیدم یه چیز منصفانه است منصفانه است نمیشه گفت غیر منصفانه است خب یعنی اونجوری که راجبش حرف زده بودن غیر منصفانه بود به نظر من ما نه ماه پیش رفتیم بیمارستان برای به دنیا آمدن پسرمون خب ما شش روز بیمارستان بودیم مرسی شش روز بیمارستان بودیم صبح زور شب صبحونه نهار به ما میدادن بیمارستان که چه عرض کنم این هتل دیگه بیمارستان اینجا خیلی میرسن همه رو زنگ میزدیم آقا فلان غذا رو بیار زنگ میزدیم صبحونه نهار شام می آوردن تمام هی نمیدونن آب بیار نمیدونن نور رو تنظیم کن اونقدر مثل چیز به آدم میرسن خب. و اولش به صورت خب زایمان طبیعی میخواست پیش بره و بعدش مجبور شدن سزاری هم بکنن که بهش اینجا خودشون میگن سی سیکشن خب هزینه سی سیکشن بیشتر از هزینه زایمان طبیعی ولی ما هر دورا رو رفتیم فکر کنم دو روز منتظر بودیم که طبیعی بشه نشد بعد سی سیکشن شد یعنی فکر کن هزینه های انگار دوتا رو داریم میدیم تقریبا فکر می‌کنی چقدر شد مثلا الان خب ما میگی بیمه دیگه این این بیمه خب خیلی کم شد. دیگه نه بدون بیمه از یه عددی بگو بدون بیمه مثلا, مثلا او او خدمات میگم خدمات مربوط به بچه و اینا کل دنیا خیلی هواشو نمیدونم مثلا بدون بیمه شاید مثلا 4000 دلار بوده نه 45000 دلار بوده هزار دلار <تصفح> پول بیمه چیز شد این کارهایی که انجام دادن شد و از این 45 پنز... خب آقا از این هزار دلار چقدر شما پرداخت کردین 450 دلار نه هزار و خورده دلار دو هزار تا هزار نه هزار دلار هزار دلار شما پرداخت کردین خب یه سوالی ازت دارم خیلی گیر میدن که آقا آمریکا کپیتالیست آمریکا قشر فقیر زیاد داره یارو مریض بشه باید بره بمیره ولی ببین تقریبا میتونم میگم من کسی رو ندیدم که خب میدونی کار داشته باشه این بیمارم داره دیگه خب خیلی حالت حالت خیلی بعیدیه که طرف چی بشه هیچ بیمه نداشته باشه که مثلا بجور میشد اون 45 هزار تا رو میداد که اگر واقعا طرف اینجوری باشه خیلی باشه برای چی دیگه بچه دار میشه که بخواد 45 هزار <empathy> uh, ولی تو عمل هر کی اینجوری نیست کی اون قشر فقیر کجا هستن واقعا یعنی <S movie> تو این اسمو میکنی ببین <s-- making babes> <Coffee> این ماها به عنوان مهاجر نیومدیم اینجا که هوملس زندگی بکنیم همون یه سوال دیگه اینجا من دیگه ب... چرا همه خوش مثلا با اون مقایسه میکنن مگه شما مهاجرت کردی این این که بری قشن نه ما, ما... بین... <laughs> ن... ن... ما... بین... من میگم توی هیچ کدوم از مدارس و دانشگاه آمریکا طرز استفاده از کردیت کارتو بهشون یاد ندادن ماها به عنوان مهاجرها بهتر از کسایی که اینجا حتی بزرگ شدن داریم اینجا زندگی میکنیم ما بهتر از اونا خیلی از قوانین رو میدونیم خب یعنی من بارم پیش اومده که هم آزمایشگاهی من که خودش آمریکایی بود میمن از همین پرسی که مثلا یه سی مثلا راجع به کارت و اینا یا راجع وام و اینا رو من براش توضیح میدادم بعد میگفت نگاه کن من خودم آمریکاییم و تو خودت دو سال اومدی اینجا من دارم از تو میپرسم که فلان چی میشه انجام داد چون به اینا این چیزی درس ندادن راجع این بحث اینکه میگی طرف هوملس میشه یه بحث خیلی پیشیده است خب یعنی طولانیه خیلی هم پیشیده نیست بحثش اینه که کسی که هوملس میشه یه سری اولا که دولت همین الان کسایی که هوملس هستن رو بهشون یه کارت داده که با اون کارت میتونن برن غذا بگیرن نمیتونن مشروب نمی... نمیتونن مواد مخدر اینا نمیتونن با اون کارت بخرن فقط میتونن برن مواد خوراکی بگیرن فکر کنم هولوش 400 دلار اینا در ماه بهشون یه کارت دادن که با اون کارت برن کارهای خریدشون رو انجام بدن و اون کارتر رو مثلا اینا دارن علاوه بر بهشون شغل هم میده یعنی دولت میگه آقا شما ترک کن خب ترک کن ما به شغل میدیم هرش حالا مثلا شغل میتونه از جایگاه نه دیگه حالا شغل مثلا شغل در حد مثلا چه میدونم جایگاه بنزین مثلا بزنه یا شغلایی که در بتونه از پسش بر بیاد خب چون اینا همین حرفی که میزنی کارایی کردن یا مثلا از کریدیت کارتشون جوری استفاده کردن مثلا نمیتونسته پرداخت کنه رفته خرید کرده پرداخت نکرده بعد حالا باید سود بهشون بده و یه اتفاق بعد بیمه نداشته نرفته حتی اون بیمه مربوط به ایالتشون هم نرفته بگیره و خودش خودش رو زده بدبخت کرده رسما خب و معتاد شده خودش این مسیری بوده که خودش رفته با پای خودش رفته خب ولی ماها حالا ته ته این قضیه این صفر صد رو میخوام بگم این صفر قضیه است صد قضیه هم اینه که شما میای و خیلی کارت میگیره و از وضعیت مالی بسیار بسیار خوبی پیدا میکنی حالا ممکنه بیزنسمن بودی تو ایران پول داشتی میدونی چی میگم من خودم رو مثلا همین وسط مسط ها میبینم و خیلی از کسایی که میان آمریکا یا حتی مهاجرت میکنن خودشون این وسط مسط دیگه ما نیومدیم که اینجا باشیم ما اومدیم این وسط باشیم ولی خب این چیزی نیست که ما یه مشغله ذهنی برای من باشه من اولش که بودن خیلی فکر میکردم به اینا ولی وقتی که مثلا با این دوستای آمریکا اینا صحبت کردم فهمیدم از مزایایی که اینا در اختیارشون قرار داده میشه اون پولی هم که به اینا میدن که مفتی نیست که پولی از مالیاتی که از ما میگیرن دارن به اونا میدن این بعضیا اون از در اقتصادی اون مایندست اقتصادیشون درست نیست مثلا خرج کرد چون اینجا میاد یه کریدیت کارت بهت میدن پولی که نداری رو میتونی خرج, بکنی. بکنی شما میتونی بری 5000 تا خرج بکنی پولی که نداری داری خرجش میکنی و میگی من بهشون برمیگردونم من هیچ وقت خودم شخصا هیچ موقع کردیت کارتم رو نکشیدم تا قبل از اینکه مطمئن شم میتونم با دبیت کارتم پرداختش کنم اگر نمیتونم نمیتونم این کریدیت کارت دارم میکشم و با دبیت کارت این تو حسابم پول فیزیکی نیست هیچ موقع استفادهش نمیکنم آقا من مجبور نیستم برم که مثلا آخرین مدل آیفون رو هر سال بخوام بگیرم نمیگیرم یا یه کاری باید اگر پولشو دارم کارتر رو میکشم از اون بر پرداخت میکنم ولی اگه ندارم کریدیت کارتم میمونه توی جیبم ولی این مایندست رو یه آمریکایی نداره یا آمریکایی میره با همین پول 10 5000 که بهش دادن خرید میکنه و نمیتونه از پسش بر بیاد پولش نداره بده میره کالکشن کالکشن میره از اون ور میمونه توی هیستوریش جاب بهش میخوان اینترست مخان... من کارت هم مثلا آره 20 درصد اون سودی که باید بده آره اون هست بعد تازه مثلا شما هر جایی که میخوای بری استخدام بشی میان کریدیت اسکوریتا چک میکنن تو کریدیت اسکور تمام این چیزا هست اینکه کالکشن داشتی نمیدونم همه این چیزا هست و یا حتی رانندگی که مثلا شما حین مستی رانندگی کردی اون ثبت میشه خب اگه پلیس بله. بگیرتت خب اون توی کردیت اسکورت هم تاثیر میذاره رو ریکورد هم واقعی میمونه جایی که میخوای استخدام بشی خب میگن آقا شما این کار رو کردی شما آدم مسئولیت پذیری نیستی شما جان خودتو مسئولیت هم قابلش نداشتی حالا میخوای بگید تو شرکت ما اه اه من... ببین ایرانی اگر این بلا سرش بیاد یعنی ایرانی من ببینم کریدیت کارت رو درست سوال نمیکنه ای مثلا جریمه میشه یا مثلا مست درایو کرده اون دیگه واقعا یه درصد خیلی کم هم و من و تویی که مهاجر اومدیم اینجا زحمت بکشیم ما ها نیستیم چرا آدم ببخشید آدم خلوچل همه جا پیدا میشه کسی که اومده اینجا پیشرفت کنه بعد یه دفعه درینک اند درایو میکنه و پلیس میگیرتش دیگه ببین اون دیگه واقعا از جامعه آماری ما اون به قولی راست احسان یه سوال سریع هم ازت بپرسم ببین مهم. جایی از آمریکا هست اینا رو سریع مثلا در سی ثانیه لط کن جواب بده کجاهای آمریکا رو توصیه میکنی بر زندگی بیشتر؟ م... من خودم شخصا اگه بخوام زندگی بکنم شرق و غرب آمریکا رو خیلی دوست دارم کلا تمام ایالت هایی که شرق و غرب و به اقیانوس چسبیدن تمام ایالت دوست دارم خب به اضافه حالا تگزاس هم دوست دارم جنوب آمریکا است به جز اینا من اصلا ایالت هایی که اون وسط مسطا نمیدونم خیلی دوست ندارم الان به این فکر کردی که جابجاشی بری یکی از این جای جا دیگه نه حقیقتش اینجایی که اصلا چون یک ایالت چهار فصله و هر چهار فصل رو میبینم نه کجا هستی دقیقا؟ ایالت اورگان اورگان گفتم بگی که بچه ها آره، آره. شهر ایدالت کجاست اگر بخوای جا بجاشی ایدال نرفتم اونجا زندگی بکنم که واقعا ببینم مثلا اونجا چطوریه خب ولی شهر ایدال من یه ذره مثلا اینجا من خودم آدم سرمایی هم. اینجا مثلا یه ذره سرد میشه خودم همین می چون پنج سال توی فلوریدا زندگی کردم و کلا 36 تی تیشرت من داشتم اونجا نمیفهمیدم کی زمستون میشه که و کلا همش با اونا زندگی میکردن اومدم اینجا خیلی مثلا اینجا بعد لباس نمیدونم پاییز بگیرم لباس زمستونه بگیرم بعد یه یه ما چی بگیم نه نه حالا حالا یه جایی هم هست اصلا فصله نه پاییز نه زمستونه نمیدونی بپوشی نمیدونی نپوشی میدونی چی میگم یه جوریه که سوم اینجوریه بعد از اون یه چیز دیگه ما زیاد داریم آره ولی نه بعد... جای ایدال ایدال, ایدال،, ایدال ندارم جای ایدالم جایی که خانوادم پیشم باشه خانوادم حقوق ایدالت توی مثلا پنج سال آینده چقدر یه عدد بخوای بگی؟ چقدر باشه میگی آقا من دیگه نه همین حقوقی که الان دارم و خیلی راضیم ازش اصلا اید... ایدال نداری مثلا بگی آقا اید... ایدالم هم... نه ایدال ب... نمیگم رویا یا ایدال مثلا آها. میگی آقا من نه. اگه تو پنج سال آینده به این برسه. یه کاری به پیشنهاد بده مثلا یه که منیجبل باشه حالا کارمندی حالا اینکه بیزنس خودت رو بندازی کار نداره نه من همین حقوقی که الان دارم ایداله و میدونم شرکتمونم به به, به, به،, به،, نسبت تورم و و گریدی که میگیری خیلی درست. یعنی یه جوری میرسه بهت که به نظر من حس نمیکنم نیاز باشه به یه چیز ایدئال خود, خود شرکتمون به فکرمون هست نمیدونم اصلا اولش گفت یا نه الان تو اینتل کار میکنه شرکت اینتل بعد اصلا به این فکر کردی از آمریکا بری به آمریکا مثلا اگر از آمریکا بخوام برم نه حقیقتش چون دیگه دیگه اینجا به این مثلا بعد از اینکه بچه‌ات به دنیا میاد یه جورایی نمیدونم یه جورایی انگار هی داره اینجا ریشا رو اون ریشای کوچیکی که مثلا ریشه نداشتی دیگه ولی اون ریشه های کوچیک داره شروع میکنه روش کردن روش ببین گرد. داره سخت میشه سخت, سخت میشه جا جا یاره خیلی به من میگم میگن آقا اینجا نمون بعد این مدت دیگه نمیتونی جا جا بشی اگر بخوای و من اینجوریم که حالا شاید نخوام جا جا ببین چون چون اساس میگم یه جامپ گنده ای میکنی میدونی ببین الان مثلا احسانی که توی کانادا آم... آمریکا نشسته ما جفتمون داریم توی دوربین ضبط میکنیم جفتمون به محض اینکه این دوربین اعلام شد خریدیم جفتمون ایرپادمون رو داریم جفتمون آیفونمون رو داریم جفتمون ماشین رو من ماشینم خریدم بچه ماشین خریدم جفتمون ماشینمون رو خریدم حالا ایشون بی ام بیز دوستاشه بی ام خریدم من بنز دوستاشم بنز خریدم جفتمون خونهمون رو داریم حالا اوکی مثلا چه میدونم هوا اینجا یه مقدار سردتره اونجا مثلا چه میدونم ممکنه اقرب داشته باشه حالا نمیدونم همینجوری گفتم مثل الکی فرمان یعنی کیفیت زندگیمون خوبه دیگه حالا مثلا یه سری چیزای کوچیک آدم مثلا میگه حالا اینم اگه بهتر آدمی زاده دیگه کمال طلبه آدم دوست داره میگه این اینم اگه شد یه ذره بهتر میشد بعد نبود اینم اگه یه ذره بهتر میشد بعد نبود این اگه یه ذره ارزان‌تر میشد اگه اینجوری و اگر نه که آلودگی خاصی نداره مثلا چه ترافیک خاصی نداره مردم عصبی مثلا شاکی شاید نباشن خب بخواد اینکه دلیلی نداره میخوان اونقدر عصبی و شاکی بشن خدمت شما هستم همین بس گفتی که به جابجایی فکر نکردی و اینکه چیز دیگه ای هستش که مثلا خیلی بگی دوست داری آ اینو میخواستم بپرسم دوستا چند درصدشون ایرانی چند درصدشون خارجی با کیا رو آمد میکنی بیشتر دوستام دوست آمریکایی دارم دوست غیر آمریکایی هم دارم حالا ایرانی یا از کشورهای دیگه نه ایرانی ام. مثلا چند تا دوست ایرانی هم. مثلا آخر هفته با ایرانی ها میرید میای چجوریه این همه مدل دوست دارم مثلا هم ایرانی هم غیر ایرانی ولی اونی که مثلا خودم کیف بکنم مثلا باشون برم بیرون یا اونا بیان خونمون یا ما بریم خونشون ایرانیان حقیقتا ایران. مثلا خب با آمریکایی مثلا میشه رفت آمد کرد ولی نمیشه. م... من نمیتونم بشینم مثلا چون باش ب... از کودکی میدونی خاطرات کودکی نداریم با هم خب مثلا من از چی بگم براش میدونی دار... من بعد دو ساعت میخوام در برم مثلا اینجوری آره. با ندارم میدونی حرفا هم آخه نه, نه, از کودکیمون کارتونی سریال فیلم هیچ خاطره مشترکی ما هم دیگه نداریم خب انگار نداری. دو نفر کات شدن و یهو اومدن کنارم یعنی که بگم مثلا نه دوست ندارم دوست دارم ولی خب در حد یعنی خیلی انگار مثلا در حد لول سفارت این کاردار این سفارت و کاردار این سفارت میری حالا صحبت میکنی یه بندار رسمیه دیداره ولی مثلا با ایرانی ها خیلی خودمونی و یعنی راحت‌تری باش و خاطره بیشتر داری بیشتر خوش میگذره به من اینجوری آره بیشتر خوش میگذره دقیقا اما تا باید دادم هم باشه دیگه خیلی هم نزدیک شدن شاید بعضی جا سود صد درصد نباشه در موردش تو ویدئوهای دیگه صحبت کردیم یکی این که کلا مثلا خب بیزینس های ایرانی تو شهر شما یا حالا اطراف مثلا رستوران کافی شاپ بلیم سفره خونه اینجور چیزا چجوریه بیزینس های ایرانی یه دونه بیزنس مثلا برای اینجا این شهری که مثلا کلا پورتلند خیلی به اون صورت جمعیت مثلا بیزنس های ایرانیش اونقدر زیاد نیست هستا ولی به نسبت مثلا کالیفرنیا نیست سوپرمارکت داری؟ مثلا یه سوپرمارکت هست که حالا نون هم میپزه ولی خب هم توش افغانی هست هم کرد هست من این دوتا رو دیدم شما با هر دو زبان دیدم اونجا صحبت میکنن و خب نون میپزن بیزنسشون هم خیلی گرفته نون های خیلی خوشمزه هم میپزن ولی خب مثلا رستوران ها مثلا هست نه دو سه تا اطراف ما هست رستوران ایرانی که مثلا میشه رفت این صاحبش ایرانی و ولی خب داریم بیزنس ایرانی اونقدر ولی مثلا به میزانی که توی مثلا کالیفرنیا هست نیست دم شما بگم حالا دمشو. من مثلا این ان ای رو پیگیری میکنم ببینم مثلا واجی شرایط هستم یا نه یه پرسه ای که گفته از خارج کانادا دو سه سال ممکنه طول بکشه از خارج آمریکا دو سه سال طول بکشه حالا من پیگیری میکنم در کنار کارهای دیگه‌مون ببینم مثلا واجی شرایط هستیم یا نه بعدم اگر بخواد انجام بشه خودش دو سال دو سال ممکنه طول بکشه بخواد این خیلی چیز عجله ای نیست ولی هم که حالا تو کانادا هستیم و زندگیمون خوبه و خدا رو یه بخور نمیری هست جلو میره دمت هم گرم احسان بچه ما یه ویدئوی دیگه هم احسان از من میخواد سوال بپرسه در مورد کانادا که من سعی میکنم همار جواب بدم تون و میذاره تو کانالش حتما به کانالش سر بزنید کانالش همین زیر همینجا میاد خیلی پسر خوبیه خیلی خود من راهنمایی کرد سر ال دبلیو حالا بازم میخوام مزاحمش بشم حتما اسان جان دمت گرم قربان در خدمتی خیلی مخلصی بمیدونم فقطتون سینکس من لایک هم, هم. بکنید